علی‌رغم حضور ایرانیان از طیف‌های مختلف در کتابخانه رونالد ریگان برای سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا جهت حمایت از ایرانی آزاد، اما متاسفانه از برود پرچم شیر و خورشید به داخل سالن جلوگیری شد و با اینکه اکثریت ایرانیان حضور یافته از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بوده، اما گویا به دلایلی حضور این طیف را کمرنگ جلوه داده و حتی در برخی موارد به این موضوع تاکید کردند که تجمع بسیار ضعیف بوده و نشان از یک اپوزیسیون قدرتمند ندارد. اما کشش رسول حیدری به اعضای کلیسای پرستندگان مسیح که همواره خواستار ایرانی آزاد بوده در چارچوب قانون، با حضور خود در کنار دیگر ایران پرستان که پرچم شیر خورشید را همراه داشتند، به این موضوع تاکید کردند که حتی با وجود پولهایی که در پشت پرده از سوی اصلاح طلبان خرج می شود جهت اخلال در این گونه موارد و بی ارزش نشان دادن اپوزیسیون خارج از کشور، جمهوری اسلامی ایران دیگر جایگاهی نه تنها در میان مردم ندارد، بلکه در میان انقلابیون که زمانی دعوی مخالفت با آمریکا را داشتند و حالا به نام اصلاح طلب دست به دامان دولت آمریکا شده اند برای برگشتن به قدرت، همواره ایستاده و در کنار مردم ایران فریاد ایرانی آزاد را سر خواهند داد. اعضای کلیسا اینجا جمع شدیم تا اعتراض خودمون رو به نظام بیگانه اسلامی اعلام کنیم و ایستادیم در دعا به فیض خداوند در کنار اپوزیسیون بتونیم با فیض خدا سرنگونی این نظام اسلامی رو هر چه زودتر ببینیم. آمین. 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 Shiranas, in
شعار میدم. چه شعاری میدادی؟ جانم روحت شاد رضا شاه، روحت شاد رضا شاه، روحت شاد رضا شاه، روحت شاد رضا شاه، روحت شاد رضا شاه. ایران که شاد نداره، حساب کتاب نداره، ایران که شاد نداره، حساب کتاب نداره، ایران که شاد نداره. آمین. شاهداریم اون زنده است، خدای زنده است و اسمش عیسی مسیح. آمین. کانفلیکت تروریسم، کانفلیکت تروریسم، کانفلیکت آیت الله، regime change for Iran. Regime change for Iran. Iran که شاه نداره، حساب کتاب نداره. من این ویدیو رو میگیرم که نشون بدم که پارکینگ کاملا پره و ماشینا از این قسمت بالا تا پایین که حدوداً نزدیک به شاید 1 کیلومتر میشه، دو طرف این خیابون ماشینا پارک کردن. افرادی که پلاکارد و عکس داشتن نمیذاشتن داخل محوطه بشن، به همین خاطر جمعیت اومد بیرون محوطه، ولی جمعیت بسیار زیادی. نمیتونم حدس بزنم، ولی میشه بگی 2-3 هزار جمعیت اون قسمت جلو هستن که اونا پرچم و پلاکارتی ندارن و ما اومدیم بیرون ایستادیم. خیابونا هر چقدر پایین برین همینطور ماشین پارک شده. مضافاً بر این که پارکینگ خود لایبری کاملا پر هست و افراد مجبور بودن که ماشینشون رو در فاصله خیلی دور پارک بکنن و بیان به این محل، قابل توجه طرفداران مجاهدین، اینجا هیچ آدم کرایه‌ای، هیچ سیاه‌پوستی، هیچ آلبانیایی که با یک ساندویچ یا 5 یورو دعوت شده باشه اینجا وجود نداره. اینجا همه عاشقان ایران هست، عاشقان ایران که از نقاط مختلف کالیفرنیا امروز اومدن اینجا تا حمایت بکنن، تا سرنگونی جمهوری اسلامی رو بخوان و پاش ایستادن. و خوشحالیم، حقیقتا خوشحالیم، چون سرنگونی جمهوری اسلامی رو به وضوح داریم میبینیم. در آینده خیلی خیلی نزدیک این اتفاق خواهد افتاد و ما جشن پیروزی را در ایران برگزار خواهیم کرد. این باز یک نمونه دیگه از عزیزانی هستن که ماشینشون رو پارک کردن و پیاده دارن میان. اجازه بدین من یه سوالی هم ازشون بکنم. میبخشین شما ماشین رو پایین پارک کردین پیاده دارین میان؟ خیلی جمعیت اینجا داره. خب دیگه میبندم اینجا این ویدیو رو، ولی حقیقتا من خودم فکر نمیکردم اینقدر جمعیت اینجا بیاد. فقط شما به ماشینا توجه بکنید، تا اون پایین هست، تا اون پایین